سرخط مهمترین خبرها، اخطار طالبان و مخالفانشان، تامین کننده مالی ساخت بمب‌های طالبان رئیس بانک مرکزی شد، دست کم 180 عضو طالبان طی 6 ماه گذشته کشته شدند، طالبان تندیس عبدالعلی مزاری در چارویی در غرب کابل را تخریب کردند، طالبان گزارش‌ها درباره بازگشایی ده‌ها مکتب دخترانه را رد کردند و ممنوعیت دستفروشی از در داخل سرای شاهزاده کابل از سوی طالبان. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. تامین کننده مالی ساخت بمب‌های طالبان رئیس بانک مرکزی شد. رهبر طالبان نور احمد آقا یک فرمانده نظامی این گروه را به عنوان رئیس بانک مرکزی افغانستان تعیین کرد. به گزارش وال استریت جورنال، نور احمد آقا در جریان جنگ طالبان علیه نیروهای بین‌المللی و افغان، تامین کننده مالی ساخت بمب‌ها و مسئول توزیع پول به فرماندهان نظامی طالبان بود. ایالات متحده آمریکا نور احمد آقا را یک تروریست بین‌المللی معرفی کرده است. او پیش از این معاون بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان بود. سخنگوی طالبان روز شنبه گفت که رهبر این گروه در حکم هدایت الله بدری رئیس بانک مرکزی را به عنوان سرپرست وزارت معدن و پترولیم تعیین کرده است. این دو فرمانده نظامی طالبان تحت تحریم ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار دارند. دست کم 180 عضو طالبان طی 6 ماه کشته شدند. دیدبان امنیت افغانستان در گزارش رویدادهای امنیتی در افغانستان طی 6 ماه اول سال 2024 میلادی را بررسی کرده که بر بنیاد این گزارش در این مدت دست کم 270 تن از جمله 180 عضو طالبان کشته شدند. در این گزارش آمده است که در این مدت 94 رویداد امنیتی در 18 ولایت افغانستان ثبت شده و این رویدادها 217 کشته و 212 زخمی بر جای گذاشته است. کابل با 47 رویداد، هرات با 11 رویداد، بغلان با 9 رویداد و تخار با 5 رویداد شاهد بیشترین رویدادهای امنیتی بودند. دیدبان امنیت افغانستان همچنین گفته که بیشترین حملات توسط جبهه مقاومتی ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود صورت گرفته است، به طوری که 57 حمله توسط این گروه انجام شده است. سپس جبهه آزادی با 19 حمله و گروه داعش با 6 حمله در رتبه های بعدی قرار دارند و مسئولیت 9 حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. دیدبان امنیت افغانستان گفته که طی این مدت 3 حمله توسط هواپیماهای بی‌سرنشین و عمدی در نقاط هممرز با پاکستان صورت گرفته که اعضای گروه تحریک طالبان پاکستانی هدف این حملات بودند. در مورد میزان تلفات وارد شده بر اساس آمار این نهاد، طالبان بیشترین تلفات را داشته و 180 کشته و 168 زخمی از اعضای این گروه بوده است. بعد از آن غیر نظامیان و شهروندان عادی بیشترین میزان تلفات را با 18 کشته و 11 زخمی داشتند. تروریستان خارجی با 16 کشته و 11 زخمی و شهروندان کشورهای خارجی با 13 کشته و 4 زخمی در جایگاه بعدی قرار دارند. دیدبان امنیت افغانستان می گوید که تمرکز حملات جبهه های ضد طالبان در پایتخت، ولایت های شمالی با تمرکز بغلان، شمال شرق با تمرکز تخار و غرب در ولایت هرات است. ولایت های مرکزی افغانستان جز حمله داعش بر گردشگران خارجی در بامیان و ولایت های جنوب و شمال غرب در جریان 3 ماه دوم سال جاری شاهد هیچ حادثه امنیتی نبوده است. در نهایت این تحقیق در مورد فعالیت داعش در این بازه زمان می افزاید که داعش نیز موفق به راه اندازی حملات بر علیه شهروندان افغانستان، خارجی ها و طالبان در کابل، قندهار، بامیان، هرات و بدخشان شده است. همچنین این گروه برای اولین بار در بامیان حمله تروریستی انجام دادند. اخطار طالبان و مخالفانشان: به کس اجازه مخالفت نمی دهیم. معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان گفته این گروه به کس اجازه مخالفت و بغاوت علیه حکومت خود را نمی دهد. مولوی عبدالکبیر در دیدار با شمار از مسئولان اداره های طالبان در قصر سفیدار مدعی شد که اکنون نظام اسلامی در افغانستان حاکم است. ارگ طالبان روز شنبه در خبرنامه به نقل از عبدالکبیر نوشت
امارات اسلامی و کس اجازه مخالفت و بغاوت در برابر نظام را نخواهند داد. طالبان برای افراد جبه های نظامی ضد این گروه از اصلاح بغاوتگر استفاده می کنند. در ماه جدی سال 14-2 هم در یک فایل صوتی منصوب به هیبت الله رهبر طالبان هر نوع انتقاد عمومی از فرماندهان این گروه را ممنوع کرد. رهبر طالبان گفت وقت امارات یعنی طالبان حکم را صادر می کند، هیچ کس نباید آن را نادیده بگیرد. اگر کسی با آن مخالفت می کند، به او اجازه داده نشود. در نزدیک به 3 سال گذشته، شمار از مخالفان طالبان بازداشت یا کشته شدند. طالبان تندیس عبدالعلی مزاری در چارویی در غرب کابل را تخریب کردند. منابع در کابل به خبرگزاری افاق گفتند که نیروهای طالبان شنبه شب 16 سرطان تندیس عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی را در چارویی موسم به چارویی مزاری در ساحل پل سوخته تخریب کردند. به گفته منابع طالبان امروز تدابیر ویژه امنیتی نیز در غرب کابل گرفتند تا از اعتراضات مردمی جلوگیری کنند. منابع خبری از غرب کابل روز یکشنبه 17 سرطان به خبرگزاری افق گفتند که طالبان شب گذشته تندیس مزاری را در پل سوخته با کندنکاری و برمه تخریب کرده و نیز روی آن را گچ پاشیدند. این منابع گفتند چند صد تن از نیروهای طالبان امروز در سایه پل سوخته و جاده مبتنی بر دشت برچی و همچنین در جاده چارقلعه چاردی مستقر شدند. نیروهای طالبان همچنین از عکاسی از تندیس تخریب شده عبدالعلی مزاری در پل سوخته جلوگیری کردند. طالبان هنوز به صورت رسمی درباره این اقدام چیزی نگفتند. طالبان گزارش‌ها درباره بازگشایی ده‌ها مکتب دخترانه را رد کردند. وزارت معارف طالبان گزارش‌ها درباره احتمال بازگشایی دست کم 47 مکتب دخترانه از سوی این گروه را رد کردند. پیشتر فعالان رسانه‌ای طالبان گفته بودند که بده‌ها مکتب لیسه دخترانه که معیارهای این گروه را تکمیل کردند اجازه فعالیت داده شده و برخی رسانه‌ها نیز آن را انعکاس داده بودند. منصور حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان روز یکشنبه 17 سرطان در اطلاعیه‌ای در صفحه اکسش گزارش‌ها درباره بازگشایی 47 مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم را غیر واقعی خواند. در این اطلاعیه از مردم و رسانه‌ها خواسته شده که اصول را رعایت کرده و گزارش‌های خود را بر اساس واقعیت‌های جامعه افغانستان تهیه و نشر کنند. ممنوعیت دستفروشی ارز در داخل سرای آزادی کابل از سوی طالبان. کمیته مشترک طالبان و اتحادیه صرافان و خدمات پولی سرای شاهزاده فعالیت دستفروشان ارزهای خارجی در داخل این بازار خرید فروش ارز را ممنوع اعلام کردند. در یک ادلای این کمیته که روز یکشنبه 17 سرطان نشر شده آمده است که این دستفروشی ارز در داخل سرای شاهزاده از فردا ممنوع است. نمایندگان بانک مرکزی، وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات طالبان و ریاست اتحادیه صرافان و خدمات پولی سرای شاهزاده در پایین ندلا امضا کردن. سپاس که تا اینم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.